میلاد دختر زهراست، روز میلاد دختر زهراست، هر کجا بنگری شعف برپاست، خانه مصطفی شده گلشن، دیده مرتضی شده روشن، غمخوار و یاور مجتبی آمد، حامی شه کربلا آمد. بسم الله الرحمن الرحیم، یک سلام گرم به دلها و قلبهای پاک و خوش یک یک شما عزیزان بیننده، به لبخندهای زیبایتان که در این روز پر از خوشی، پر از شادمانی هستین و پر از لبخند. ای بانوی بزرگوار، ای زینب کبرا، بوی خوش عطر قدمهایت را احساس بکنیم و با تمام وجود میگوییم بانوی دو عالم، قهرمان کربلا، میلادت مبارک. همراه شما عزیزان بیننده هستیم از یک جای بسیار زیبا و در یک روز بسیار زیبا، روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری. یک دفعه دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و چه برنامه های زیبایی داریم امروز که تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت یک یک شما هموطنان عزیزم میکنیم. بله، امروز ما ویژه برنامه داریم و برنامه های بسیار خوب و زیبا. و اما شما عزیزان بیننده، بله، زینب چیست؟ زینب کیست؟ چه سوال زیبایی. زینب از جنس نور بود، آینه صداقت و پاکی بود. زینب پر از صفات برازنده و پر از زیبایی ها بود. کسی بود که عقیله بنی هاشم نام گرفت، همچون ماهی بود که از انوار پنج خورشید تابان نور گرفت تا تمام جهانیان را روشن کنه. ریشه پاک، خون پاک، شیر پاک و تربیت یافته خاندان پاک و بزرگان بود که تانست همچی یک بانوی بزرگی را تقدیم عالمیان کنه. یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. شعری از بانوی غزل، خانم زهرا حسینزاده، تقدیم شما عزیزان. به نام خدا، میلاد قهرمان کربلا بانو زینب کبری سلام الله علیها را به شما مخاطبای خوب برنامه روشنا تبریک عرض میکنم و شعری را به همین مناسبت تقدیم شما خوبان میکنم. امیدوار هستم که مورد قبول آن بانو واقع شود و بتانیم با پیروی از ایشان باعث شادی ایشان و ادامه راه آن عزیز بگردیم. ما رای تو الا غم بر دلم قدم بگذار، چادرت شفا دارد تا ابد سرم بگذار، گرچه سنگ بسیاری خوردم از فلاخنها، این دو چشم شرقی را حافظ حرم بگذار. ما هزارها سر را مال خود نمی دانیم، خون بی وطن هستم در رگم قلم بگذار، پارهای ایمانم دست کوفیان افتاد، خطبه ای بخوان بانو تیغ بر ستم بگذار، خط به خط عیان فرما نامه های رسوا را، نقطه نقطه سرها را تا همیشه خم بگذار، عاشقی و مهجوری
مشکل است در قربت، با رقیه کارم را صاحب کرم بگذار. غم به شکل زیبایی از شما نشانی ماند، حرف گریه پیش آمد جان من قسم بگذار. بسیار قدردانی میکنم از اینکه شما عزیزان ما را همراهی میکنین و همراه ما هستین با ویژه برنامه میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها. و بسیار خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین. به هر حال ما همیشه نمبر واتساپی را برای شما عزیزان گفتیم و بازم میگم حتما با ما در ارتباط باشین. میتونین پیام های تبریکی زیبایتان را برای ما ارسال کنین، مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هست. و بله بسیار تشکر قدردانی میکنم از بانوی غزل و شعر بسیار زیبایشان که تقدیم شما عزیزان شد. و اما باز هم همراه ما باشین و همراهی کنین ویژه برنامه ما را با کارشناسی خانم خاوری عزیز. همراه شما عزیزان هستیم، بریم و بشنویم ببینیم که خانم خاوری عزیز که کارشناس همیشگی برنامه روشنا هستن در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات حضرت زینب سلام الله علیها چه گفتگویی دارن برای ما و شما. یک جای میبینیم و میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور همه شما بینندگان محترم و همچنین عرض تبریک و شادباش دارم ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که جزء پیروان راستین این حضرت باشه. امروزه یک بحثی که بسیار مهم است در فضای مطالعات زنان و مطالبه حقوق زنان، بحث کنشگری و حساسیت زنان نسبت به اوضاع و اتفاقاتی است که در جامعه رخ میده. در صورتی که ما کنشگری و حساسیت زنانه را وقتی که اسلام ظهور کرد در شبه جزیره عربستان ای را میبینیم و با آمدن پیامبر گرامی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اثبات شد و تایید شد که یک زن باید کنشگر باشه و نسبت به وقایعی که در اجتماع اتفاق میفته باید حساسیت داشته باشه و کنشگری خودش را انجام بده. و علاوه بر این که در فضای گفتمان امروزی امروز مطرح شده این بحث، ما در گذشته در بین الگوهای دینی خودمان وقتی که زندگیشان را مطالعه میکنیم این را به وضوح میتونیم ببینیم. از جمله الگوهای کنشگری برای زن امروزی میتونیم از حضرت زینب سلام الله علیها نام ببریم. حضرت در ضمن این که وظیفه زنانگی خودشان را داشتند و همه نسبت به همه ویژگی‌های زنانگیشان
تعهد داشتند باز هم کنشگر بودند. ایشان مادر نمونه بودند، فرزندانی را تربیت کردند که این فرزندان در راه اعتقادات خودشان به شهادت رسیدند. ایشان خواهری بودند که بعد از وجود نازنین مادرشان از برادرانشان امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام مراقبت کردند. بنابراین حضرت با این که مادر نمونه و اخلاق مراقبتگریشان را رعایت میکردند، زمانی که احساس کردند جامعه نیاز به حساسیت داره، جامعه نیاز به کنشگر داره، وارد عمل شدند و کنشگری خودشان را انجام دادند و بسیار شکوهمندانه حضور زن مسلمان را به همه تاریخ اثبات کردند. حضرت وقتی که در بین دشمنان قرار گرفتند، با حمد و ثنای الهی که نشان دهنده جهانبینی توحیدیشان بود، بحثشان را شروع کردند. در میان همه حضاری که وجود داشتند، همه با یک سر صدا و همه بود، با شروع کلام حضرت همه و سر صدا خوابید و همگان گوش دادند که حضرت به چه نحو صحبت میکنه و چه میفرمایند. ما اگر زنی را ببینیم که مصیبت زده است، به هیچ عنوان نمیتونه به راحتی، اگر عقل خودش را در کنار احساسات خودش قرار نده، نمیتونه بعد از مصیبت به این راحتی صحبت بکنه و جریان ساز شوه. اما حضرت در بین افراد مختلفی که در کاخ و بین افراد مختلفی که حضور داشتن، توانستن سخن خودشان را ایراد بکنن و بفهمانن که من در کنار مصیبت ها میتونم حساس باشم، میتونم در به عنوان یک زن مسلمان ایفای نقش اجتماعی خود داشته باشم. در گذشته قبل از ظهور اسلام، وقتی از زنانگی صحبت میشد، صحبت از کمسوادی، صحبت از نادانی، صحبت از احساسات صرف بود. اما با آمدن اسلام و با آمدن الگوهایی مانند حضرت زینب سلام الله علیها، این گفتمان کنار رفت و ما میتونیم با افتخار راجع به یک زن مسلمان صحبت بکنیم که علاوه بر وظایف مادری و زنانگی خود، میتونه حساس باشه به مسائل اجتماعی و کنشگر اجتماعی باشه. وقتی که حضرت صحبتشان را شروع کردند و ادامه دادند صحبتشان را، بعد از حمد و ثنا که سر و صدا و همه جمعیت آرام شد، حضرت شروع کردند به صحبتهایشان. از جمله مثالها و تمثیلاتی که به کار بردند، به مخاطبین خودشان فرمودند که کار شما مانند زنی است که صبح تا ظهر پنبه ها را تبدیل به رشته می کنه و ظهر تا شب رشته ها را دوباره تبدیل به پنبه می کنه. یعنی مسلمانی شما فایده ای نداره. بنابراین در همین مجلس شاعری شعر سرود و فرمود که من ندیدم مانند زنان شما قوی تر و مانند مردان شما قوی تر. یعنی زنان شما قوی ترین زنان و مردان شما قوی ترین مردانند. بنابراین ما می توانیم به این درک برسیم که یک زن در کنار احساساتش میتونه با در کنار هم قرار دادن احساسات و عقلش و با برانگیختگی مناسب احساسات، جریانی مانند جریان کربلا را رقم بزنه که به فرموده حضرت این جریان ادامه داشته از قبل و ادامه دار هم خواهد بود. امیدوارم که
رهنمودهای حضرت بتانه به عنوان یک الگو برای زنان مسلمان در وظیفه زنانگی و اجتماعیشان مطرح باشه و ما روز بروز به عنوان یک زن و یک مسلمان از حضرت الگو بگیریم و جایگاه اصلی خودمان را در جامعه و خانه. خب عزیزان بیننده، با برنامه روشنا و ویژه برنامه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها همراه شما عزیزان هستیم. تشکر از اینکه ما را همراهی کردین تا این لحظه و تشکر میکنیم از خانم خاوری عزیز با صحبت‌های بسیار خوب و زیبا و مفیدشان. امیدوار هستم که عزیزان بیننده امروز هم تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین مثل همیشه. اما بله، بسیاری از روانشناسان بر این عقیده هستند که شکلگیری شخصیت یک انسان در سه مرحله هست: محیط، وراثت و تربیت. حالا بیایم زندگی و شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها را در این سه ضلع مثلث بررسی کنیم. بله، حضرت زینب سلام الله علیها پدری همچون امیرالمؤمنین، مادری چون فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانه و خانواده‌ای که در آن پیامبر رفت و آمد دارد و جبرئیل وارد او خانه میشه، خانه‌ای که حدیث هل عطا وارد شده و ماجرای حدیث کسا در آن خانه وارد شده. پس چه خانه ای و چه تربیتی و چه وراثتی از یک همچین خانه ای و از همچین تربیتی بانوی دو عالمی حضرت زینب کبری تقدیم جامعه میشه. پس میریم و صحبت‌های کارشناسی خانم حسنزاده عزیز را میشنویم. تقدیم شما عزیزان و تشکر از همراهیتان تا آخرین لحظات برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. بپسی که ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم، سبک زندگی حضرت زینب هست که ما میخوایم ایشان رو به عنوان الگویی که برای زنان مسلمان معرفی کنیم که در صحنه اجتماع حضور داشتن. حضرت زینب سلام الله شخصیتی بودند که عمدتاً در حادثه عاشورا نقش آفرینی کردن به عنوان یک زن موفق و باعث شد حتی از ایشان به عنوان تاریخ ساز کربلا نام برده بشه. ابعاد وجودی مبارک حضرت زینب سلام الله علیها چند شاخصه اصلی داشت که میتونیم برای زنان امروز به عنوان الگو معرفی کنیم. اولین شاخصه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها داشتن بصیرت و عقلانیت بود. حضرت زینب سلام الله این رو ثابت کردن که زن و مرد در کنار هم میتونن به بصیرت و آگاهی برسن و این رو ما داریم در القاب حضرت. مشهورترین لقب ایشان عقیله بنی هاشمه، یعنی زن خردمند در بنی هاشم، چون حضرت زینب کبری کسی بود که در به آگاهی خاصی داشت، بصیرت خاصی داشت که باعث میشد ای رو به زنان اون زمان، خصوصا در زمان
حادثه کربلا این رو القا کنن. خودشون به عنوان این مطلبی که میتونیم بگیم بصیرت و آگاهی از که حضرت زینب داشت، این نکته رو میتونیم از خطبه های ایشان، از پیام هایی که ایشان داشتن، خصوصا در کوفه که در شام سخنرانی هایی که ایشان داشتن و پیام هایی رو باعث شد که بدن، اون انقدر مهم بود که حتی یزید و یزیدیان رو به زانو در آورد. تدبیر حضرت زینب علیه السلام باعث شد که اسرای کربلا در بازگشت با سربلندی به مدینه بازگردن و در طول عزت یک سربلند باشن، هم از لحاظ عبادت، هم از لحاظ عرفان، هم از لحاظ حجاب و نجابت و اینها. یعنی کاروان رو حضرت زینب سلام الله علیها بودن که هدایت کردن و به سلامت به مدینه رسوندن. یکی از مهمترین آثار عقلانیتی که در شخصیت حضرت زینب سلام الله از صبر فعال ایشان در برابر مصیبت ها بود. حضرت زینب باعث شد با وجودی که حادثه های ناگواری براشون در مدینه در کربلا اتفاق افتاد، غم از دست دادن عزیزان، افراد که باعث شد که اسیر بشن، دیگه مصیبت هایی که به حضرت زینب سلام الله علیها پیش اومد، ولی حضرت همچون کوهی استوار بودن. با او خطبه های آتشینشون تونستن وظیفه اصلیشون که زنده ماندن اسلام بود و به طریقه افشاگری های بنی امیه به خوبی اون رو انجام بدن. نهضت امام حسین رو میتونیم بگیم در یک کلمه به جهانیان برسانن. این صبر و ایستادگی نشان عقلانیت و بینش یک زن در عرصه اجتماعی. زنان ما میتونن با بصیرت و عقلانیت وارد اجتماع بشن و بتونن از او استفاده هایی رو بکنن که و خدماتی رو ارائه بدن. دیگه از شاخصه های حضرت زینب سلام الله رو میتونه که بر جامعه ما میتونه امروز الگو باشه، حق گرایی بود و ظلم ستیزی. این خودش تأثیر زیادی در اجتماع داره. ایشون هم در قیام عاشورا و پس از واقعه عاشورا مسیر خودشون هیچ وقت تغییر ندادن، بلکه راهی رو که داشتن میرفتن پیوسته به سوی زنده نگه داشتن اسلام بود. حتی لحظه در باعث نشد آرام بشینن و پیام عاشورا رو به شیوه های مختلف به افرادی که چی در صحنه حضور داشتن و چه حضور نداشتن این رو برسانن و حتی طریقه باعث میشد که یاد بدن که چجوری اینها رو به گوش جهانیان برسینیم. ما داریم فعالیت های حضرت زینب صرف همون خطبه خوانی و سخنرانی در مجلس یزیدیان نبود، بلکه کارهای دیگه ای که ایشان داشتن، حتی عزاداری هایی که میکردن، نوحه سرایی که برای عزیزان خود داشتن، با او اوضاع احوال باعث میشد که یزیدیان رو به هراس بندازن. خلاصه میتونیم بگیم فعالیت ها و خطبه های که حضرت زینب ایجاد کردن یک بذری بود در دل کوفیان، این رو ایجاد کردن و نشاندن که ثمره او باعث شد که دههای بعد به صورت قیام های متعدد مثل قیام توابین، قیام مختار در صحنه سیاسی اتفاق بیاید و این نشانگر همو حق گرایی و ظلم ستیزی حضرت زینب سلام الله علیها بود. مورد دیگه که ما میتونیم از ویژگی های حضرت زینب بیان کنیم، شجاعت و صراحت بیانی که داشتن، او جسارتی که داشتن باعث شده بود در برابر اون که یزید، با وجودی که در برابر یزید و یزیدیان، با وجودی که اسیر بودن، با وجودی که همه جوانان خودشون رو به عزیزان خودشون به شهادت رسیده بود، ولی در برابر اون یزیدیان چنان سخنرانی قراری داشته باشن که خودشون رو بالا و والا جلوه بدن و عزت نفسشون رو نگه بدن و در برابر اون افراد یزیدیان رو حقیر کنن. ما در بیان تعابیری رو که استفاده می کردن این رو بود، حتی یزید رو چنان با جسارت به عنوان از دین خارج شده نامیدن.
خب این همه مطالب این رو میرسونه که چنین زنی با چنین شجاعتی است که در اون مجلس یزید با وجودی که سلطه یزیدیان بر سر اسرا بود ولی سخنرانی ایشان چنان قراق بود که تونستن سالهای سال دههای بعد از اون سخنرانی استفاده بشه و حتی در او پیرو سیاسی قرار بگیره، کارهای سیاسی قرار بگیره. سبک چنین بانویی بود که برای زنان امروز میتونه الگو باشه و در اجتماع حضور پیدا بکنن. البته یک زن با بصیرت باید حضور پیدا کنه، یک زن باید حق‌گرا و ظلم ستیز باشه و در شرایط و جایگاه خودش شجاعت و جسارت داشته باشه و بتانه کلام خودشو با صراحت به افراد جامعه بیان کنه. این چنین زنی میتونه برای جامعه امروز الگو باشه. انشالله که زنان افغانستان بتونن در همه عرصه‌های اجتماعی حضوری فعال داشته باشن و با بصیرت آگاهی در الگوی خوبی رو مثل حضرت زینب کبری رو در زندگیش خودشون سرمشق قرار بدن. خب باز هم بسیار بسیار خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان بیننده هستیم و شما هم همراه ما در روز میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها. و بسیار تشکر و قدردانی میکنیم از خانم حسنزاده عزیز به خاطر صحبت ها و کارشناسی بسیار خوبشان. و بله متوجه عزیز شدیم که حضرت زینب سلام الله علیها از صفات بسیار برازنده و نیکوی برخوردار هستند که میتونن بهترین الگو باشن برای ما و شما بانوان و دختران عزیز و جوان ما. اما یک نکته دیگر بگویم که از کل این صحبت‌ها و گفتگوهایی که تا به حال داشتیم، سه نکته بسیار مهمی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها ما درس بزرگ میتونیم بگیم. سه درس بسیار بزرگ و سه نکته بسیار بسیار بزرگ. حالا نمیگم براتون، بعد از اینکه خواهر خوب ما خانم زهرا حسین‌زاده بانوی غزل شعر زیبایی را تقدیم شما عزیزان میکنن، این سه نکته را براتون میگم. همراه ما باشین. سلطان خوابهای پریشانم، می خواهم از تو روی بگردانم. من دل به سادگی کسی دادم، از تاج و تخت نقره گریزانم. بانوی خانه های گلی بودم، در چار سوی قصر نچرخانم. پیراهن حریر تنم را کشت، حس می کنم عروسک عریانم. نزدیک سفره چه نشینم تلخ، یخ بست بین شیر و عسل نانم. دیدی که حال و روز دلم خوش نیست، تصویری از پرنده و بارانم. خون من است از همه سو جاری، هر شام روی شیشه نرقصانم. فرعون خیش باش و خدایی کن، من تا قیامت آسیه میمانم.
تشکر میکنیم از خانم زهرا حسین‌زاده از شعر زیبایشان و باز هم از شما که همراهی بودین با ما تا این لحظه. بسیار بسیار تشکر و قدردانی میکنم و یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. و اما گفتم که قبل از اینکه بریم و شعر بانوی غزل رو با هم یک جای بشنویم، گفتم که 4 از خصوصیات و صفات و درس بزرگی که از حضرت زینب سلام الله علیها میتونیم بگیریم برایتان میگم. پس حال نوبتش رسیده که برایتان بگویم 3 بزرگی که از بانوی بزرگ حضرت زینب سلام الله علیها میتونیم بگیریم که به عنوان درس الگو و اسوه ما و شما عزیزان هست: حجاب، صبر و عبادت. این 3 مهمی است که ما از بانوی بزرگ حضرت زینب سلام الله علیها میتونیم بگیریم. حالا خب فکر کنین خودتان و در موردش تحقیق کنین که چگونه بودن در صبر، در عبادت و در حجاب. این بانوی بزرگ چگونه بودن و چگونه زندگی کردن. خب در آخر برنامه هستیم. بسیار عالی. امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه با ما در ارتباط باشین و پیام‌های تبریکتان رو برای ما ارسال کنین. مثبت 964-780-255-43 نمبر واتساپی ما هست و تشکر میکنیم که تا این لحظه و تا آخرین لحظات ویژه برنامه ما را همراهی کردین. از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده سپاسگزار و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.